دوم قرنتیان فصل هشتم. ای برادران، می خواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدند سخت آزموده شدند و با وجود این که بسیار غریب بودند از خوشی فراوان پر شدند و نتیجه این خوشی بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها بود. من خود شاهد هستم که آنها با اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با علاقه به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های ایمانداران شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد مطابق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما از تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود خواستیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته، چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهیم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را غریب ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم، چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملا این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار می خواستید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا می خواهد کمک کند، خدا عدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصدم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. نه خیر، بلکه می خواهم این یک عمل متقابل باشد، یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیاز ندارید برای رفع نیازمندی های آنها بدهید تا روز مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار می شود. چنان که نوشته شده است، او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او شوقی مانند آن چه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی علاقه خود میخواست پیش شما بیاید. همراه او برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است میفرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مقرر شده است که همراه ما باشد و این کار خیریه را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مراقب هستیم. مبادا کسی بر ما انتقاد کند. آری، می‌کوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز می‌پسندند و عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافتم با آنان می فرستم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش شوق دیدن شما را دارد. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او می آیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.